دیدار نمایندگان طالبان و نمایندگان حکومت وحدت ملی در عربستان سعودی با آغاز کارزارهای انتخاباتی مجلس نمایندگان، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نمایندگان طالبان و حکومت وحدت ملی در مورد تبادله زندانیان و تأمین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان در عربستان سعودی با هم گفتگو کردند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان حکومت وحدت ملی از نمایندگان طالبان خواستند تا حکومت را در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان یاری رسانند. رویترز از زبان این مقام طالبان می نویسد که شمار از زندانیان طالبان که جرمهای سنگین نداشتند قبلا رها شدند و شمار دیگر اما به تناسب جرمهایی که مرتکب شدند در سه کتگوری نیز آزاد خواهند شد. در مورد جزئیات این نشست بیشتر صحبت میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان امین‌الله شارق، آگاه مسائل سیاسی، قاضی حسن حقیار، آگاه سیاسی، و عارف کیانی، سخنگوی محور مردم افغانستان. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای حقیار، بحث با شما آغاز میکنیم. فکر میکنید این دیدار واقعا میان نمایندگان طالبان و نمایندگان حکومت وحدت ملی در عربستان سعودی برگزار شده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاید شما امروز از رسانه شنیده باشید که سخنگوی طالبان این دید و دیده به شدت رد کرده و امروز رئیس شورای سنگ حکومت افغانستان نیست این دیدارها و گفتوها را رد کرده. و چقدر که ما فکر میکنم و واقعی افغانستان دنبال میکنم دید و دیده صورت نگرفته که کسی از جریان رسمی طالبان نمایندگی کنه و یا کسی باشه که از حکومت افغانستان به طور رسمی معرفی شده باشه. شاید به طور انفرادی بعضی مردمی که وابسته به حکومت هستند یا از حکومت طرف حکومت یک نشانی گرفته باشه یا از حکومت یک به طریق غیر مستقیم قدم هدایت گرفته باشه و به این توی کسی که اونا سابق به جیران طالبان همکار بودن و فعلا خانه نشین هستند یا کسی که اونا فعلا در بین طالبان رسمیت نداره و یا اشخاص مؤثر نیستن. اگر باید مردم کدام گفتگوی غیر رسمی صورت گرفته باشه به شکل شخصی امکان داره، اما به شکل خب حداقل در گذشته ها نشان داده که گفتگوی هم که به شکل غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت صورت گرفته، تلاش ها صورت گرفته تا ای که رسانه ای صورت نگیره. فکر نمیکنین این بار هم تلاش دارن تا که به نتیجه لازم دست پیدا نکنن این موضوع پنهان باشه و رسانه ای نشه؟ من فکر میکنم که اگر می توی کار صورت میگرفت طالبان بعد به این شدت ای را رد نمی کردن، کم از کم سکوت می کردن یا به متشکل خیلی به غیر مستقیم ای را چی تیر رو خدمی آوردن. و شما خبر داره که چند ماه قبل در ترکیه همی تو یک نشست صورت گرفته بود. رسانه ها برش خیلی اهمیت دادن که در ترکیه بین نمایندگان حکومت افغانستان و بین نمایندگان طالبان مذاکرات داره و چی و چی و دو نفر از کابین رفته بودن و دو نفر از کویت آمده بودن و یک نفر از خود ترکیه آمده بود. بعض وقتی که اونا نتانستن یک تصمیم بگیرن یا کم از کم فهمیدن که اگر تصمیم گرفته شوه نی طالبان رو میپذیرن نی حکومت افغانستان به خود بستنظام به تطبیقش میکنه، بعد حکومت افغانستان هم انکار کرد که ما در جیره نیستم و کسی از ما نمایندگی من نیست و طالبان گفتن که از ما کسی نمایندگی نمیکنه. حتی خود حکمتیار که مردم میگفتن که زمینه را تنظیم حکمتیار حزب اسلامی مساحت ساخته، اونا هم انکار کردن که دی جریان کسی از ما نیست. برغم این که کسی که در این مذاکرات بودن از مردمان هستند که فعلا با حکمتیار و با حزب اسلامی در مقام بزرگ هستند، اما انکار کردن. شما خبر داری که یک شخص از کویتا ورده بودن به نام منصور و یک تهره را برش چارج کرده بودن و اینجا که آمد او از حکومت افغانستان و خیلی به میمونها دنگرم برد و یک دکاندار برد. به می تو بعض مردم هستند به خاطر که از حکومت پیسه گرفته باشه، از امریکا یا پیسه گرفته باشه، یا می تو
به کس فریب داده باشه امی تو یک مانور خود اجرا میکنه در حقیقت ما دیدیم که حکومت افغانستان امرت کردن طالبان امرت کردن و کدام مرجع معتبر دیگه ایر تایید نکرده تشکر آقای شارق ظاهرا گروه طالبان با نشر خبرنامه این دیدارها و این نشست رد کردن فکر میکنین که وقتی چنین نشست های صورت میگیره به گفته آقای حقیار ممکن که شما را از کسایی که اعضای از طالبان باشند که فعلا نقش نداشته باشند این نشست برگزار کردن چرا حکومت افغانستان تن میده و چنین نشست های فکر نمیکنین تکرار سناریوی حکومت گذشته باشه اون چرا که گفتن که با دکاندارم ما گفتگو بکنیم در آخر امر معلوم شوه که هیچ کاری در گروه طالبان نیست بسم الله الرحمن الرحیم سلام انت است سلام انت دوارو دوستان تا چمیز که راسته در طول دون کارو دون کتا تست معلومه ده چه در افغانستان جنگ در چلور لسیزو نور زیاد شو در افغانستان خلق در هر چان وران دی سول صبات او من تظورت داری او په این حال که در افغانستان دولت و سنه دولت در غنی په مشرتابه باندې د اول ورځ نه زیات کوشش کاوه کوشش کوي چې څنګه کولی شي سوله او ثبات افغانستان ته راولي حتی په ډیرو بیانات کې ویلي چې زه حاضر یم شخصي قربانۍ ته هم چې سر خپل فدا کوم په افغانستان ته سوله او ثبات راولم هلې ځلې وشولې اما متاسفانه چې تر دغه نن لحظې پورې چې موږ او تاسو سره بحث کوو هغه څه چې ملموسه نتیجه ده په خاص ډول باندې طالبانو سره دا لاسره نه وژله سره دی چې د حزب اسلامي د مشر د امیر سره دا پروسه کامیابه وه بالاخره هغه افغانستان ته راغی یا کابل ته راغی او د افغانستان د دولت د سوري لاندې په اصلاح باندې ژوند کوي او اوس د مخالف په نامه باندې د په نامه باندې چې شتون نه لري د مصالح مخالف په نامه باندې اما طالبانو په حق باندې او د نورو په حق باندې هر هغه ګنګوسې چې را پیدا شوې دي هر هغه خبرې چې ترسره شوې دي هغه خبرې یا په ډېره ټیټه سطحه باندې وي یا صرف د دې نه په شکل د اشکالو تبلیغاتي ګټه پورته شوې ده د یو وخت او د زمان لپاره ستاسو په خیاد یو دوه درې میاشتې وړاندې دغسې اقل فکر میکنین این رسانه هایی که با این نماینده های طالبایی که اونا عملا میگن که با نماینده های طالبان ما مصاحبه کردیم چه اهداف را دنبال میکنن؟ این نماینده ها کی میتونه باشه؟ از فکر کنم چه یا پا دیر تیت سطح همانده او طالبان نگوارد چه ده هاگوی سطح پسلا بند افشا که و همیشه دقا سی اظهارونی که ردی یدوی کله ناکله طالبانو ګوري که تاسې اورېدلي یا دوی اعلامیې ورکوي په خاص ډول باندې سخنګوی چې دوی وایي بعضې ځای کې کله تجارت مجالې شوي هغه د امریکایانو سره یو ځل دوه ځلې دغسې ترسره شوي دي هغې په یو شکل باندې تیری چې نه ردی او نه د هغې د تاییدولو لپاره ډېر په واضح ډول باندې په صلاح باندې بحث نه کوي یعنی دې نه معلومیږي چې د دې پردې تر شا یو څه موجود دي اما دغسې بحثونه لکه د عربستان سعودي بحث چې تاسې دغه اشاره ودرلله او داسې نور بحثونه کله چې طالبان ردی او په حال که در افغانستان دولت و حکومت هم رده تاسی در نند سور سولار رئیس هم پا وضاحت دول بانده لکه سنگه چو دوستان در تویلی اگه کل رده نو کل چه پا کلک دول بند رده خب دقل صحبت هایی که رئیس شورای عالی صلح هم داشت یک نوع تناقض دیده میشه از یک طرف رد کردن چنین گفتارهای را و از طرف دیگه اطمینان دادن به مردم افغانستان که قرار از گفتگوهای صلح با طالبان به زودی آغاز شود زه فکر کوم افغانستان خلکو ته د 2010 کال نه را په دې خوا ته چې کله د سولې شورا جوړه شوې ده د افغانستان دولت په هغه وخت کې د کرزي په مشرتاب باندې او اوس د غني په مشرتاب باندې سولې او ثبات ته په اصلاح باندې هلې ځلې کوي دا به یو وار نه وي دوه ځلې به نه وي بار بار یا څه تکرار به موږ داسې خبرونه اورېدلي چې په نن کې په دې کې او په میاشت دننه کې او په کال دننه کې به دلته سوله او ثبات راځي ښه خبرونه تاسو ولرئ اما متاسفانه د ښه خبرونه په یوازې باندې موږ بد خبرونه درلودل بد خبرونه په دې معنا باندې چې زموږ جګړه تنده شوې ده زموږ جګړه کې زموږ هېوادوال وژل شوي دي زموږ ابادیانې پکې د مابینې تللي دي موږ د سولې او ثبات ته قدمونه ورنږدې کړي نه دي په ملموس ډول باندې یا په واقعي ډول باندې چې موږ هغه نتیجې او څه لاسته راوړي دا درسته ده چې مجالس ته به دوام ورکوو لیدنې کتنې به ترسره کوو هغه که په هره سطحه دي یا که په داخلي بود کې طالبانو سره په مخامخ ډول دي که په بهرنۍ برخه کې دی زموږ د همسایګانو او د نړیوالو سره زموږ مذاکرات تند شوي دي زموږ مذاکرات زیات شوي دي بحثونه زیاتېږي اما هغه نتیجه چې زه او ته یې غواړو هغې نتیجې رسېدلو ته لا ډېر زیات واټن یا ډېره زیات فاصله موجوده ده چې هغې ته په اصلاح باندې موږ ورسئ یو دغه کاذب معلومات متاسفانه چې کله ناکله هېوادوالو ته ورکول کېږي او خلک
ورکړو کې دا یو ډول کاذب معلومات دي، کاذب راپورونه او ګزارشات دي چې دواړه خواوې هغې په رابطه باندې سپیناوی نشي ترسره کولی چې یو څه مو ترلاسه کړي دي، ځکه څه چې نه څه بس د افغانستان خلکو ته تاسې وړاندې کوي. خو یو که د ژمنتیا خبره وګورئ، خو حداقل فکر میکنین یک رسانه معتبر مثل خبرګزاری رویترز بدون اینکه منابع در اختیار داشته باشه و بیاید چنین موضوع کلان را یک گزارش آماده بکنه و بعد نشر بکنه، در نهایت امر با زور ثابت هم نسازه، قرار باشه که این گزارش ناقص باشه و یا هم دروغ باشه، چرا حکومت وحدت ملی پیگیری نمیکنه که این مورد برملا بسازه که واقعا این گفتگو صورت گرفته با نماینده های حکومت افغانستان و طالبان یا نه؟ دو خبر دی، یو خواته داده چه د افغانستان دولت هیچ وقت که هیچ نوع گزارش او هیچ نوع راپور باندې متاسفانه چې دغه سه عکس العمل نه دی خودلی چې هغه ووایي چې یا د صداقت یا د رښتینولۍ او یا د هغې د رد دپاره د خپل دلایل وړاندې کړي او ودې وایي چې که هغه معتبرې او که نامعتبرې رسنۍ په صلاح باندې وړاندې کړي کې رهبران حکومت وحدت ملی داره که ما یک گفتگو را به رهبری افغانها داریم او را زیر پرسش قرار نمیده که سر صدا های گفتگوهای سال از هر جای بلند شوه و حکومت افغانستان هیچ واکنش نداشته. افغانستان دولت وایی چه مونگا غوارو چه گفتگو یا خبری کول یا دیالوگ در افغانستان در خلق و پا مشرتابو او در سول شورا دی مشرتوبو که او دا که اما زی فکر نکم چه افغانستان دولت تر او سپوری پدیر پا سراحت باندی ویلی چه در سول شورا پا رهبری که در سول شورا در رهبری پا سطح باندی یا در دولت او در حکومت پا سطح باندی زمونگا زغر در خبری در افغانستان دولت در مخالفین سر پیسلا باندی روانی دی و کم ساحی ترسیدی دی لکه در حکمتیار سر چه مخ که دینه چرا شی موافقت نامه امضا شی یو کال وړاندې ویل کېدل قدمی وړاندې کېدلی چې په دغه د قدمو کې په خبرو کې حاضر د افغانستان دولت ته خدا سره پونه ما او گزارشات ما تر اوسه پورې نه دی اوریدلی چې په واضح الفاظ او په واضح شده، اما دا چې په یو شکل باندې وای چې موږ حرکت کړی دی موږ حرکت کوو موږ تماسونه لرو موږ تماسونه ورځ تر ورځې زیاتیږي، یا په رسمي یا په غیر رسمي رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شما شنیدین به عنوان یک دستاورد یاد کردن از گفتگوهای سول و گفتن که آتش بس بخش از این دستاورد بود، پیوستن گلبدین حکمتیار بخش از این دستاورد بود و قرار است این گفتگوها نتیجه بده. اغل لا سره ورونه کته سی وای غته مخبل مشاره وکړي چې حکمتیار اتک ته دولت ژوندتی په سلام باندې خوځله، اما د نور حرکت د پاره به په دې باندې سره ډیر بحث بنه کوو، فقط وخت او زمان به دا ثابته کړي چې واقعا دا خبرې په کومه سطح کې روان دي او دغه سطح د نتیجه هغه ملموسه نتیجه د افغانستان خلک په اصطلاح باندې غوښتون کې دي او د افغانستان دولت پسې ګرځي لټۍ یې چې څنګه وکولی شي سوله او ثبات او امنیت په افغانستان کې قایم کړي او یا ورته له عقل ورته ورسېږي، دا به موږ ته وخت او زمان راوښيي. تلاش های پراکنده که در بحث صلح جریان داره فکر میکنه نشان دهنده چی است؟ یک روز سر صداهای از نشست طالبان در مسکو بلند میشه، یک روز در ازبکستان بلند میشه و امروز هم در عربستان بلند میشه، واقعا این نشان دهنده چی است؟ چی را میخوان ثابت کنند؟ به نام خداوند، سلام حضور میهمانان و شما بینندگان عزیز تلویزیون خورشید. این نشان دهنده روزمره گرایی و تغییر افکار عامه توسط سران رژیم به نفع خودشان است. نبود دکترین مدون در امر مساله با مخالفین مسلح، بی‌توجهی در امر قطع حمایت‌های سیاسی مخالفین مسلح با توسل به دیپلماسی، فعال تشتت و پراکندگی در داخل ارگ، نداشتن برنامه مشخص در امر امنیت و معاملات و پتو پنهان با مخالفین مسلح، بنای بیانگر تبانی سران رژیم با مخالفین مسلح و دادن باج به شکل یک جانبه به گروه های تروریستی جهت ابقای همین وضعیت رقتبار تیم مفسد ارگ گام دیگری بیش نیست. یعنی فکر میکنین این نشست واقعا برگزار شده و به یک نحو میخواین کتمان بکنن تا ای که افکار آمد آسیب نبینه، چون موضوعات را که در اینجا بحث شده ظاهرا امو مقامی که با رویترز گفتگو کرده او گفته که مقامات حکومت از ما خواستن که در بحث تأمین امنیت انتخابات و برگزاری انتخابات حکومت همکاری بکنند. صلح برایند تعامل و سازش سیاسی بین طرفین منازع است. از دید به این طرف سران رژیم با توجه به اهداف شومی که خودشان در خفات دنبال میکنند، ما شاهد یک سری گفتمان های پتوپینهان با مخالفین مسلح از طرف سران رژیم هستیم.
به یک شکلی همین سران رژیم سعی میکنند یک سری عمل کرده های خوده که گویا افکار عامره به ضررشان شدت میبخشه اینا را کتمان کرده و به نوی بخواهند اهدافی که خودشان دارند به آدرس گفتگوهای صلح همان اهداف خود در منصه اجرا قرار بدن. از طرف دیگر گروه طالبان از قرائن چنین استنباط میشه که در امر مصالحه یک دسته نیستند. ببینید چند فاکتور کلیدی موجب شده است که این گفتمان ها همیشه از جانب گروه طالبان رد شد. از سال 2004 به این طرف ما شاهد ده ها گفتمان پیرامون صلح و مصالحه در داخل افغانستان در بیرون افغانستان بودیم که همیشه از طرف گروه طالبان رد شده. دلیل این است که اولا گروه طالبان امروز در افغانستان مینست یک پناهگاه به دیگر گروه های تروریستی منطقه که یگانه مکان مسئول خود دامن طالبان میدانند و طالبان نمیتوانند به شکل یک جانبه بدون در نظر داشت خاصای از اینا چنین گفتگوهای خود با حکومت های وقت با حکومت فعلی با رژیم فعلی همگانی سازند. مسئله دوم در این اواخر شما میبینیم پس شاید اکثر خشاوندی بین گروه طالبان و بین شبکی تازه به میدان آماده القاعده هستند. بعد از یک خواب زمستانی گروه تروریستی القاعده پس زنده شده، پس هم روابط فکری و خشاوندی خود با طالبان تأمین کردند. مسئله دیگر یک سری گروه های تروریستی دیگر که در آسیای میانه در آسیای مرکزی حضور داره و فعلا در افغانستان پایگاه دارند در کنار طالبان میرزمند و گروه های تروریستی دیگری که از حوزه خلیج فارس امروز اهداف شوم خود در داخل افغانستان توجیه میکنند، اینا با هر گونه سازش رهبری طالبان با حکومت افغانستان مخالف هستند. مسئله دیگر در این اواخر با توجه به ضعف سران رژیم در امر محاربه با مخالفین مسلح، ذهنیت تسخیر و ذهنیت براندازی در داخل گروه های تروریستی به وجه گروه تروریستی طالبان تعمیمیت پیدا کرده. به هیچ وجه طالبان نمیخوان با چنین آفتابی نمودن این گفتگوها اون روی و اون ذهنیت براندازی را در داخل دستگاه خود تضعیف کنند. و از جانب دیگر من فکر میکنم که این باج دادن به شکل یک جانبه از دیر به این طرف نفع طالبان تمام شده. همین باج دادن به شکل یک جانبه ما دیدیم در دند قوری طالبان را فربی ساخت که بالاخره توان تسخیر یک ولایت پیدا کردن. کندوز هم ببینید همین دادن باج به شکل یک جانبه شما دیدیم که حدود 70% از بزرگ ولایات افغانستان از بزرگ شهرهای افغانستان تحت محاصره مخالفین مسلح است. بیشتر از 50% بزرگ راه ها بزرگ شاهراه ها به دست مخالفین مسلح محاصره است. خب حداقل با این ادعای شما فکر میکنین حکومت وحدت ملی با چنین اقدامات چی راه برده را دنبال میکنه؟ راه برد از اولا خب این مسئله از پولای اپراتیفی که از 1 میلیارد دلار که اینا تخصیص به پول اپراتیفی داده بودن، عمر حکومت در شرف پایان است، به یک شکل میخوان این پولای اپراتیفی را با آدرس های گوناگون توجیه کنن. دو، ما دیدیم در سال 1393 تیم حاکم به یک شکل از طالبان مینیس سپر دفاعی در امر انتخابات در امر پر کردن صندوق های رای استفاده کرد و حالا به یک شکل با یک رویکرد تاکتیکی میخوان بعضی از سران طالبان را با خود هم‌نوا ساخته و بتوانند باز در مهندسی انتخابات نقش آفرینی کنند. و مسئله سوم این خاص در حقیقت یک نوع خشاوندی فکری بین سران رژیم و بین گروه طالبان است. فربی شدن گروه تروریستی طالب موجب می شود که باز بعد از این ما از سران رژیم به اساس ماده 5 و 6 قانون اساسی افغانستان تمنای تامین امنیت و تمنای تغییر به دسترخوان شهروندان نکنید. بنابراین یک سری اهداف در این معاملات استخباراتی پوتوپینهان سران رژیم کابل دارند که می توان به این نشست خلاصه کرد. واقعا فکر میکنین پراکندگی که در میان رهبری طالبا وجود داره سبب شده که همواره گروه طالبا بیان و این نشست ها را رد بکنن که آنچه که آقای کیانی هم اشاره کردن در گذشته ها هم ما شاهد چنین موارد بودیم که طالبا به راحتی نیامدن بپذیرن که واقعا نشست میان نمایندگان طالبان یا حکومت افغانستان و یا نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا انجام شده باشه. خب اگر بین طالبا پراکندگی وجود می داشت، اما تو ثبوت و نشانه را جناب کیانی صاحب بیان میکردن، معنی دیگه در حکومت به وضاحت و به تشریح رفتن. طالبا از 2002 تا امروز بارها یک چیزی گفتن که ما
بر نخست یا در قدم اول به نیروهای خارجی به ویژه به آمریکایی‌ها صحبت می‌کنیم، با اونا مذاکره می‌کنیم، چون طرف مقابل ما، طرف مهم ما آمریکایی است و مشکلات بزرگ ما مربوط به آمریکایی است. حکومت افغانستان در این راسته و در این مشکلات تصمیم گرفته نمیتونه. وقتی که حکومت افغانستان خودش ضعیف باشه، حکومت نمیتونه که راجع به نیروهای خارجی، راجع به پایگاه‌های دائمی اونا، راجع به ماندن و خارج رفتن اونا تصمیم بگیره. خب حداقل ایالات متحده آمریکا آمادگی نشان داد که ما حاضر هستیم با طالبان گفتگوی مستقیم انجام بدیم. خب حداقل میشد که چنین خواستهای را مستقیم با نماینده های آمریکا مطرح بکنن که یک نشست هم برگزار شد. چقدر که ما در جریان تو مخاوهات میزنم بین آمریکایی‌ها و بین طالبان دو بار نی چندین بار نشست‌های رسمی و غیر رسمی صورت گرفته. این می تجربه که در ایام عید فطر صورت گرفت، به نظر ما نتیجه امو نشست های که بین امریکایی و طالبان بود نتیجه امو بود. و ما فکر میکنم که همان طور که امروز رئیس شورای صلح افغانستان گفته که به مردم افغانستان اطمینان داده، یک نوع امیدواری بر داده که مذاکرات آغاز میشه. امو مذاکرات بین اشارهشان به مذاکرات بین امریکایی و بین طالبان است. و به نظر من چقدر که ما فکر میکنم این مذاکرات چی نشده؟ نشده که به هر دو طرف مایوس شده باشند و مذاکرات به هیچ ترتیب نیامد، مذاکرات از بین رفته باشه. مذاکرات جریان داره و شما یه را میفهمی که جنگ افغانستان 18 سال میشه و دانشمندان به این معتقد هستند که صلح مذاکره نصف عمر جنگ میگیره. به این معنی که اگر ما 18 سال جنگ داریم باید منتظر باشیم کم از کم که 9 سال باید مذاکره مفاهمه انجام صورت گیره. ما امیدوار هستیم که خب حداقل دو ده هست که این گفتگوها و این بحث ها جریان داره با جانب طالبان. نداره. خب حکومت کرزی حداقل ما شاهد چنین موارد بودیم و حکومت وحدت ملی هم در حقیقت تکرار همون سناریو است. در حکومت کرزی هم هیچ بار نشده که حکومت کرده به طالبان نشسته باشه، یا در اون دور دو وقت امریکایی ها خودشان آماده نبودن، حاضر نبودن که مستقیما با امریکا با طالبان بشن و مذاکره کنن. این انعطاف و این دیگرگونی در حکومت اشرف غنی به ویژه در 3-4 ماه قبل صورت گرفته و ما امیدوار هستیم که این دیگرگونی و امی تغییر یک فضای صلح و خوات و وحدت مساعد بسازه. این ما ناامید نیستم، امیدوار هستیم، اما این امید که یک ما نتیجه بده. حداقل مورد را که آقای کیانی اشاره کرد از بحث پراکندگی، شما گفتین که پراکندگی وجود نداره. در صورتی که پراکندگی وجود نداشته باشه، آیا یک آدرس مشخص از جانب طالبان در بحث گفتگوهای صلح مطرح است؟ و اگر این آدرس واقعا مطرح است، او آدرس دفتر قطر است و یا اینکه شورای کویت پاکستان؟ خب دفتر قطر او نمایندگی سیاسی طالبان است. شما خبر دارید که طالبان یعنی حرف را تصمیم را که قطر بگیره مورد پذیرش تمامی اعضای گروه طالبان خواهد بود؟ طبعا به طور قطعا تصمیم را که دفتر قطر میگیره او نمایندگی از جرای طالبان میکنه، برها کرده امریکایی هم. خب حداقل در همین مورد اخیر که حکومت افغانستان آتش بس اعلام کرد، بر بنیاد گزارش هایی که در رسانه ها نشر شد، ظاهرا دفتر قطر موافق بود با برگزاری آتش بس، اما دفتر شورای کویت پاکستان با چنین مورد مخالفت کردند، در نتیجه هم آتش بس صورت نگرفت. خب این خودش به این معنی است که دفتر قطر حرفش حرف اخیر است و حرفش حرف قطع است. خب وقتی حرف اخیر می بود که آتش بس باید عملی می شود. حرف شما را وضاحت می کنم. آتش بس که در ایام عید سعید فطر انجام گرفت، خودت گفته که شورای کویت موافق نبود، با اینکه موافق بود. اگر موافق نمی بود بحث آتش بس اول هر دو شورا موافقه کردن. نه نه. بحث عید بعدی را که حکومت افغانستان اعلام کرد، تا مدت زمانی که شرط هم گذاشت که هر زمانی را که طالبان میپذیرن تا همون زمان آتش بس جریان داشته باشد، دفتر قطر موافقه کردن اما شورای کویت با چنین امر مخالفت کرد. به هیچ ترتیب هر کسی که خبر پخش کرده و فکر میکنه که بر نخست است که در شما میشنوم، اگر شما شنیده باشی هیچ کسی را ثبوت کرده نمیتونه که بین قطر، بین دفتر قطر و بین شورای کویت کدام تضاد در حرف و در عمل وجود داشته. هیچ کسی را ثبت کرده نمیتونه.
شما در جریان نفته که دفتر قطر چیز را که تصمیم گرفته شورای کویته او را تایید کرده و شورای کویته که چیز را گفته دفتر قطر او را تایید کرده. حرف خبر اخیر که روتر پاش کرده باید که شما روتر یک رسانه معتبر میدانی، اما به نظر ما روتر رسانه معتبر نیست، چون اگر رسانه معتبر می بود خبر معتبر پخش میکرد، شهر پخش نمیکرد. شما گفتید که خب حداقل امین منابع را از کجا کده، امین مقامات را که زیر عنوان مقام طالبا اینا مصاحبه کردن، خب در صورتی که فشارهای لازم از طرف حکومت بالایش وارد شوه ممکن ویدیوهایش هم نشر کنه. هدف ما همی بود که وقتی میگن که چنین نشستی صورت نگرفته چرا فشار لازم نمیارن که این رسانه ویدیوها را نشر کنه که شناسایی شه و که اینا کی هستند. ما از حکومت افغانستان و حکومت امریکا، اگرچه حکومت افغانستان این توانایی را نداره که سر روتر فشار بیاره، این توانایی به هیچ ترتیب نداره، اما از امریکا و ارگانهای معتبر دیگه میخواهیم یه تقاضا میکنیم که بیاره سر دفتر روتر فشار بیاره که شما که خبر پخش کردی من بیتن کیست، از با کدام درست با صحبت کردی، کدتان کیست، کی آماده، از کجا آماده، نامش چیست، دبیر طالبا مقامش چیست، وجاهتش چیست، چقدر چهرهش نخته شده است، یا کدام کسی که مانند سابق از کویته و از کجا آماده. گفتم که یک حرف دیگه، طالبا هیچ وقت به سعودی نمی روند. شما خبر داری که دفتر طالبا در دوحه است و بین دوحه و بین قطر و بین سعودی یک جنگ سرد، یک مخالفت شدید جریان دارد. این چطور امکان دارد که میزبان طالبا دوحه باشه، قطر باشه، بعد اونا قطر بانن، دوحه را بانن و با دمی جنجالهای سیاسی که بین دوحه و جنجالهای سیاسی عربستان سعودی و قطر روی روابط طالبا هم با این کشورها تاثیر گذار است؟ طبعا، بخاطر که طالبا یه حساسیت درک میکنه. سعودی تانوز طالبا سعودی را به منحیت دشمن خود میشناسن، چون سعودی بخیر طالبا را بندی کرده، اثیر کرده، فیل امرش نسیر است. سعودی همی امریکا است، سعودی به نفع امریکا اینجا فتوا میده، سعودی به نفع امریکا و به ضد طالبا در جده و در مکه مظلومه کنفرانس میگیره، این چیزا را خود طالبا در نظر میگیره و محساساتی که بین سعودی و بین قطر ایجاد شده در نظر میگیره. چطور امکان داره که بدون کدام مقدمه، بدون کدام مفاهمه طالبا بیاین و به اشاره امریکا در ریاض یا در جده بشینن؟ واقعا یک دستگی در آدرس مشخص از جانب گروه طالبان مطرح بحث هست که اینکه گفتگوها اگر قرار باشه جریان پیدا بکنه یک آدرس مشخص باشه که حرف اخیر بزنه که او بالاخره قطر باشه و یا هم شورای کویت پاکستان باشه. ز فکر کوم طالبان و چو دستگی پرابطه بنده چه من کل خبری کو ماویا دولت لوره پا دیر رابطه بنده خبری کهی داسه واضح علائم او نخانی ندیل دل شوی دی بلگه بده اول بانده ده حقانی پرابطه بانده ده اول ورز نویل کی گی چه حقانی یا جدا تروریستی داله ده او بالاخره ده فعالیت تر سرکی، اما تاسه با یو اعلامی هم ده طالبان و منو گوره ده حقانی ده داله با منو گوره چه دوی دیوه چه منگ جدا یا وشاقی، بلکه اوی وی چه منگ ده حقانی داله سیده چې په دغه استحقانی د قومندې لاندې دغه جغرافیه کې موږ خپل قوتونه په سلا باندې لرو، اما د طالبانو د رهبرۍ لاندې تر څو پورې چې ملا عمر ژوندی و په ډېر واضح ډول یې د هغه نوم اخیسته چې د رهبرۍ لاندې موږ خپل فعالیتونه ترسره کوو. نو کله چې دغسې یوه غټه ډله چې کارونه هم موږ او تاسې ګورو چې د عملیاتو په ساحه کې ډېر په لوړه سطحه باندې عملیات دوی ترسره کوي، کاغه د خارجانو په وړاندې باندې او د خارجانو په کمپونو کې د خوست د یو عملیات چې هغوی ترسره کړل د سی ای ای په مرکز باندې او دلته په کابل کې هم چې دوی کله مرتونی سره کوي چې هغه کله وایي چې زه مستقله نه یم، نو تر اوسه پورې زه فکر کوم چې یوې ډلې هم دغسې اواز نه دی راپورته کړې. او د دفترونو په رابطه که تاسې وویلې چې په قطر کې زه فکر نه کوم چې د طالبانو هغه ډله او هغه خلک دلته موجود شي هغه ډیر مطرح اوسي او هغه د افغانستان جنگ دلته په سلا باندې په مخ وړاندې باندې خو آقای حسنیار گفتن که حقیار گفتن که حرف اخیر دفتر قطر میزنه، گپی که اونا میزنن گپی است که قابل اجرا است. زما دیدگاه به داده
زما دیدګه دا ده چې کېدای شي د قطر دفتر د دوی د یو سخنګوی د دفتر په شکل باندې بدل شي، د یو رابط دفتر په شکل باندې بدل شي، لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه چې هغه یو سیاسي دفتر دی. اما تاسو پوهیږئ چې دا جنگ سیاست دلته نه کوي، دا جنگ دلته جنگی ډلې کوي، د جنگی قمندانانو په صلاح باندې رهبري کوي، چې په واضح ډول باندې او په ښکاره ډول باندې د دوی مشران په کویټه کې ناست دي. ځکه موږ ورته د کویټې شورا ورته وایي، کویټې نه دا رهبري کیږي چې دا کویټه اوس معامه ده که څه ده، او دوی نور په بیا د پاکستان په کومه جغرافیه کې او په کوم ځای کې تګ راتګ کوي، دا بیا یو بیل بحث او بیله خبر ده. دا چې د قطر دفتر د یو امتیاز په شکل باندې طالبانو ته په هغه وخت او په زمان کې ورکړ شو، او دغه امتیاز شکل ته متاسفانه چې ادامه ورته ورکړ تر څو پورې طالبانو هویت د یو سیاسي ډلې په شکل باندې وپیژندل شي. هلته یو څه افراد او اشخاص ناست دي چې هغه ګوري نه په طالبانو کې نوم درلود، نه نشان درلود، نه نن نوم لري نه نشان لري، خو بیا به هم درته وایم چې یو د سخنګوی او یو د چا د پیام د ویونکي په شکل باندې هغې نه استفاده کیږي. اما اصلي هسته چې هغه سیاسي دفتر به د دوی نه همیشه هدایت اخلي، فرمایشات به تی اخلي، او د دوی نه به قمنده په اصلاح باندې په هغه مصلاح به زموږ او تاسو سره چې چا سره وګوره چا سره مګوره، هغه خلک نور دی چې د قرار است که چنین است. چرا رهبرای حکومت وحدت ملی تمرکز بیشترشان روی دفتر شورای کویته پاکستان نیست؟ زه فکر کوم د افغانستان دولت یوه گزینه په لاس کې نه دی، ولی د هرې گزینې نه په صلاح باندې کار اخیستی دی، او هغه ادرس چې اوس واضح دی، روښانه دی، ټولې نړۍ ته واضح دی، طالبانو دلته یو ادرس ته دی، او دا ادرس بدون شکه چې د نور ادرسونو سره رابطه لري، خو زه درته وایم چې تصمیمګیره د ادرس نه دی، تصمیمګیره نور دی. سر دوی د رابط په شکل باندې دی نه استعمالېدی شي، د رابط په شکل باندې دوی نه کله کار اخیستلی شي. اما د افغانستان دولت نه په تیرو کې ګورئ نه په اوس کې، لاسته ځینې صرف د قطر دفتر ته نه دی ناست شوی، د پاکستان سره زموږ مذاکرات هر ورځ ولې روان دي؟ د پاکستان ته زموږ رئیس جمهورانو تر درې کالو مخکې پورې ولې ډېر سفرونه ترسره کول؟ وایي ولې کوټ ته په اصلاح باندې سفرونه ترسره کول؟ ولې د قطر دفتر ته دا سفرونه ترسره کول؟ بلکې غواړي چې څنګه وکولی شي د پاکستان د طالبانو هغه اصلي ادرس، اصلي قمنده چې په کوم ځای کې د هغه د دغسې همکاران نه چې هغه پاکستانیان دي، د پاکستانیان نظامیان دي، دوی نه په صلاح باندې لاسته راوړي او بالاخره ورشي هغه څنګه لکه څنګه چې د افغانستان خلک غوښتنه کوي، د افغانستان دولت غوښتنه کوي، د افغانستان ولسمشر غوښتنه کوي چې موږ سوله او ثبات غواړو د هرې ممکنه لارې نه. یعنی تاسو ولیدل دا خو اوس بیخي ډېره واضح ثابته شوله چې موږ په یو وخت کې د اساسي قانون خبرې کولې، د افغانستان رئیس جمهور حتی تر دې پورې وړاندې لاړه د هغه شپږ یا اووه مواردو پکیج چې په دویم کانفرنس کې اعلان کړ د طالبانو په وړاندې باندې، هغه څومره پرمختګونه طالبانو ته یا څومره وړاندیزونه وو چې هغه په هیڅ میز مذاکرې کې هم کېدای شي یو وخت کې ورته نه و رسېدلي. اما چې زه سولې او ثبات ته ضرورت لرم هغه هم ورته ورکړه. بیا د هغې نه وروسته دا خبره مطرح شوه چې د اساسي قانون کې د تغییر خبره که غواړئ راشئ په میز مذاکره کینو په میز په دور باندې کینو، د هغو ملارو نه چې په اساسي قانون کې توضیح شوی دي چې په اساسي قانون کې تغییر راولی هغې دپاره جرګه جوړه کړئ، راشئ تاسو قانون کې تغییر راوړئ. ان تر دې پورې بیا په یو بل وړاندیز کې تاسو ولیدئ چې افغانستان د دولت د خوا نه دا وړاندیز وشو، ځکه نیوکه داسې وشولی چې په دې کې خو ډېره مهمه خبره دلته خو مشکل ایجاد کړی امریکایانو دی، د امریکایانو شتون یا د ناتو شتون ایجاد کړی دی. ولې د افغانستان دولت د هغې په رابطه څه ونه وایي؟ د افغانستان د دولت مسؤولینو په هغې رابطه باندې ډېر په زغرده باندې اعلان وکړ، وی ویلې وړاندیز یې وکړ چې راشي په میز د مذاکره باندې کینو، بحث سره وکړو، بیا د خارجي قوتونو د وتلو په تقسیمات باندې هم سره بحث وکړو. یعنی دا هغه بحثونه وو چې د افغانستان دولت پیشکش کړ مخالفینو ته، اما متاسفانه چې تر ننه پورې مخالفینو د افغانستان دولت ته واضح پیام نه دی ورکړی، د هغه پیامونه چې دې خوانه ورته ورکړی شوی، بلکې د هغوی هماغه یوه خبره ده لکه څنګه چې د لومړۍ ورځې ناتو دلته راغلې ده، وایي چې موږ د امریکې د متحده ایالاتو سره خبرې ترسره کوو، ځکه زموږ غوښتنې د افغانستان دولت نه شي برآورده کولی، بلکې نړیواله په خاص ډول باندې امریکې متحده ایالات کې هغه و چې په دغه وخت او زمان کې خصوصا په دا یو کال اخر کې د امریکې متحده ایالاتو دولت هم یو قدم را مخته شو، د هغه خبرونه چې موږ نه غواړو خبرې وکړو په یو شکل نه په یو شکل باندې هغه خطه حاضر شو چې د طالبانو سره مستقیم ډول باندې خبرې وکړي. اما دا خبرې همدې سطح ته نه رسېږي چې هغه دلته یو ښه نتیجه موږ ته راکړي. تشکر آقای کیانی. فکر میکنین با در نظر داشت اینکه یک آدرس مشخص هم از جانب طالبان وجود داشته باشه، صلاحیت و قدرت تصمیم گیری واقعا در دست خود طالبان باشه در بحث گفتگوهای صلح؟
از 17 سال به این طرف ثابت شد که طالبان نه خود ارادیت سیاسی دارند و نه خود ارادیت جنگی. افسار و لجام جنگی طالبان به دست سازمان استخباراتی پاکستان است و این جنرالان پاکستانی هستند که در صلح و منازعه در افغانستان تصمیم میگیرند. یک اصل که نباید فراموش کرد، طالبان از دیر به این طرف میخواهند متشدد و پراکندگی و عدم توحید قومندی خود در افغانستان با بزرگنمایی کاذب توجیه کنند. آتش بس یک جانبی که در عید گذشته عید قربان صورت گرفت، ما در عید رمضان ما شاهد بودیم که ثابت ساخت که طالبان یک پارچه نیستند. حکومت هرچند تلاش کرد که بعضی از تحرکاتی که در روز اول و دوم عید در افغانستان از جانب طالبان ناراض از هستی مرکزیشان صورت گرفت، یک شکل بعضی را به نام داعش توجیه کند و بعضی هم مانی سانسور کنه، مانی رسانه‌ای شدن شان شد. بنابراین شکی نیست که در دفتر کسانی که در دفتر دوه در دفتر طالبان در قطر هستند به یک شکلی نقش لابی و نقش کتلیس بین کسانی که آتش جنگ در افغانستان به نفع خود میدانند، یک نقش فقط کتلیس گونه را ایفا میکنند، اما تصمیم گیرندگان جنگ در افغانستان در پاکستان هستند و این ثابت شده که واقعا دفتر دوه توان تصمیم گیری نی سیاسی را داره نی نظامی را. شکی خب نیست که در اصل ما میخوام بفرمایید شکی نیست که در بین عربستان و سعودی و در بین قطر در امر علمبرداری در جهان عرب یک سری منازعات یک سری تنش‌های وجود داره، اما نمیتوان نقش عربستان سعودی را در امر صلح و منازع در افغانستان را نادیده گرفت. بیشتر از 37,000 مدارس پاکستانی که به تولید افراطیت میکنند از جانب عربستان سعودی تمویل و تجهیز میشن و مطمئنن اکثریت منابع بشری گروه های توریستی به ویژه گروه طالبان از این مدارسی که تولید افراطیت میکنند هست. بنابراین از جانب دیگر شما میتونید پراکندگی در صفوف طالبان را در داخل افغانستان شما مشاهده کنید. به گونه نمونه شاخه مولا رسول، شاخه عبدالمنان نیازی همیشه داد جدایی از هسته مرکزی را سر دادند. بنابراین طالبان در اهداف واحد هستند، در امر مدیریت کثیرالمرکز هستند. شکی نیست اهداف تمام طالبان که در افغانستان می جنگند، تمام افغانستان به گروه توریستی طالب هدف است. فقط ترور، دهشت و وحشت روی کرده است که طالبان با توسل به او میخوان خواستهای خود محقق بسازند. آقای کیونی، یک پرسش ایجاد میشه که قبلا شما اشاره کردین که طالبان خود ارادیت سیاسی و نظامی ندارند. در صورتی که نداشته باشند، چرا حکومت وحدت ملی تلاش بیشتر میکنه تا اینکه روی یک میز با نماینده های طالبا بشینند؟ وقتی از جای دیگه کنترل میشه، خب نیاز است که با امونا باید صحبت رو در صورت بگیره. پرسش کلیدی همین است که چرا در طول 4 سال با میلیون ها دلار مصارف گزاف هنوز هم سران رژیم آدرس نتونستن پیدا کنند و این نشست های گزافی که با میلیون ها دلار مهندسی و مدیریت میشه نتیجه صفر بوده. همین منظور است که نتیجه صفر بوده. آدرس طالبان مشخص است، آدرس طالبان پاکستان است. تا زمانی که شما نگاه خود در جنگ افغانستان نگاه استراتژیک نکنین و تا زمانی که شما ابعاد مرئی و نامرئی جنگ در افغانستان تحلیل و تجزیه نکنین، تا زمانی که شما نتوانین یک تصویر، یک درک مشترک از بین جنگ و بین صلح با طرفین منازعه، با حامیان طرفین منازعه ایجاد کنین، رسیدن به صلح در افغانستان. خب حداقل آقای کرنی، اگر آدرس مشخص هم پاکستان است، چرا موقف گیری روشن را حکومت وحدت ملی در برابر پاکستان نداره؟ حداقل نمونه اش سخنرانی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سازمان ملل متحد بود. چیزی که به عنوان قاطعیتی که در اونجا مطرح کرده باشه در برابر طالبان و در برابر پاکستان چی بوده؟ حکومت وحدت ملی با یک سری معاملات و پوت و پنهان در پاکستان شریک یک سری زایش های تورست گرایانه و تورست میور در داخل افغانستان است. شما ببینین مسئله سکوت در برابر حصارکشی دیورند هیچ کس نمیتونه کتمان کنه. این به مفهوم تعامل نامشروعی که بین رژیم کابل و بین جنرال های پاکستانی صورت گرفت. شما ببینین انعقاد تبادله دیتاهای استخباراتی بین رژیم کابل با یک دشمن خونخوار مانند پاکستان، این مبین تبانی سران رژیم با شبکه استخبارات خونخوار پاکستان است. دادن
امتیازات یک جانبه به موراهای سیاه طالبان در داخل افغانستان بیانگر عزیز که سران رژیم کابل در یک تبانی با پاکستان به سر میبرند. دهنشون آب داره، توان گفتن حقایق ندارند. از پاکستان همیشه امتیاز گرفتن، انتخابات پیش رو دارند. اینا به هر شکلی که شده نمیخواین در این برهه از تریبیون سازمان ملل متحد بر ضد پاکستان شعار بدن. هنوزم تمنا و توقع دارن که پاکستان در انتخابات پیش رو بتونه اینا رو کمک کنه. چند بحث خود ارادیت سیاسی و نظامی در میان طالبان وجود نداره؟ اگر وجود نداشته باشه که این گفتگوها و تلاش هایی که به هدف صلح انجام میشه که نتیجه نخواهد داد؟ خب ما بعد تکرار میکنیم که ما هر دعوا که میکنیم باید ثبوت داشته باشیم. یک ثبوت پیش شوه که دنیمی جبان طالبان تناقض بوده و یکی حرف دیگه دارد کرده. هیچ نه ثبوت ما نداریم. وقتی که ما میگیم که حرف اخیر از دفتر قطر است، به معنا نیست که تصمیم گیرنده واقعی و یگانه دفتر قطر است. طالبان خود رهبری داره، امیر داره، معاونین داره، کمیسیون چندگانه داره و از چند کمیسیون یک کمیسیون داشتن کمیسیون سیاسی است. وقتی که یک موضوع مهمی آیه همش تصمیم میگیره و به کمیسیون سیاسی دستور میده که نمی خط شماست. خب حداقل این تصمیم در کجا گرفته میشه؟ حکومت افغانستان، حکومت افغانستان وزارت خارجه داره. آیا وزیر خارجه به تنهایی بدون نزدیکی از کابینه موافقه بگیره، رئیس جمهور و معاونین به وزیر خارجه به تنهایی تصمیم گرفته میتونه؟ خود نمیتونه. طبعا حکومت تصمیم میگیره، تطبیق کنندهش وزارت خارجه است. کمیسیون قطر هم به می ترتیب د کمیسیون د دفتر قطر مردم گمنام نیستن. شنومد عباس نوید رئیس کمیسیون که است، وزیر معین وزارت خارجه بود، معین وزارت سیاحتمه بود. به می ترتیب خیرالدین محمد از بدخشان وزیر بود، عبدالسلام حنفی معین وزارت سیاحتمه، معین وزارت معرف بود، شهاب الدین دلاور سفیر بود، جان محمد مدنی سفیر بود، طیب بغاریس دفتر محمد مر مجاهد بود. یعنی مردم گمنام نیست که مردم فکر کنه که مردم حشوایی و آمدان و کسی هنر نمیشناسه. اگر به حرف شما میایم، اگر اختیار طالبان به دست ایس ای می بود واقعا، خب طور که برادر ما فرمودن خودشان، حکومت افغانستان به ایس ای چقدر امتیازات داد؟ حرف اینا رو تکرار میکنم، دوران تقریبا برسنش نخت اطلاعات خود باشند. خب حداقل آقای حقیر یک پرسش مطرح میشه، وقت زیر رهبری و هدایت آیسای طالبا عمل نمی کنند، موجودیت دفتر طالبا در شورای کویتی پاکستان چی میکنه؟ برادر پرسش است که همواره از سوی مردم مطرح میشه. این خو حرف رسانه هاست که در شورای کویته و دفتر کویته، اگر دفتر کویته کدام دفتر اشکار و واضح صورت وجود می داشت، چرا حکومت افغانستان سرش خودش سرش حمله نمی کنه؟ چرا از دفتر مشخص طالبان در کجاست؟ طالبان در هیچ جای غیر از قطر در هیچ گوشه دنیا دفتر موازی و روشن نداره. اگه میده امریکای چرا سر بمبار نمی کنه؟ حکومت افغانستان چرا بمبار نمی کنه؟ چرا از طریق استخبارات خود را از بین نمی بره؟ چرا رهبرش از بین نمی بره؟ پس چرا آقای حقیار وقت طالبان خبرنامه میتن در خبرنامهشون درج میکنن که تصامیمی را که شورای رهبری کویته گرفتن به این قرار است؟ هیچ نو ثبوت شما پیش کده نمیتانی که در اینمیش آمده باشه که تصمیم شورای کویته هیچ به هیچ ترتیب در می 16 سال شما که اینمی تنبار از نظر میگذارنی همیشه مرور کنی. اگر در یک اینمیش نوشته بود که از آدرس دفتر کویته، ما با این که ما با تنبه هیچ رابطه ندارم، اما حق و حقیقت میگویم. ما با شما چی میکنیم؟ زمانت شما میکنیم. حرف دیگه برادر ما گفتن که من رسوم و من منان. شما خبر داری که وقتی که من محمد عمر مجاهد فوت کرد، بعد از فوت دو یک کتنه یک چند نفر از گروه تنبه جدا شد، اما تنبه اونها سرکوب کردن. من بعد محمد معاون اشوره بود به تنبه پیوست، من محمد رسوم مرده و زندیش گم است، من منان نیازی به هر اخبار ناتایید شده یا در شیرپور می باشد یا ایرات می باشد حکومت نگاهش می کنه. تشکر کدام جیران وجود نداره. تشکر آقای شارق. بحث با شما جنبندی می کنیم، صحبت هایی که صورت گرفت بالاخره جنبندی شما از چی است که ما را به کجا می بره و این گپایی را که آقای حقیار گفتن واقعا که شورای کویتی وجود نداره؟ خیلی کوتاه. دوستان خبر و ویناو تا احترام،
هر چه خپل معلومات دی نپویگم که چرت ده کوټ شورا نه اوسی او دغه سی او موجودیت کتله دی نه اوسی دا کم ځنه رهبری کیږي او بل د بمبارد خبره دلته حقیقت سره وکړه زمونږ ګیله هم داده چې ولی زمونږ سره زمونږ همسایگان په خاص ډول باندې پاکستان د پاکستان نظامیان او بید امریکای متحده ایالات او ناتو کله چې دلته افغانستان ته په سراتل بمبارد کاوه د طالبانو امارت د مابین وړو وړو په هغه وخت کې ملا عمر په قندار کې واغې د ډیر وخت پورې نه بمبار او په اول لیکو کې بمبار شو پر سره باندې شروع کړي وو او بل اخر نن ولې دا کار تر سره کوي هغه ډیر واضح او روښانه و ځکه د اوباما د حکومت یعنی دوه کاله مخکې هم د هغه معاون ډیر په صراحت باندې ویلي چې طالبان زما ګټو ته مشکل نه ایجادي ځکه زه هغوی په وړاندې باندې نه جګړه کوم او نه دلته جګړه مخ په وړاندې وړاندې باندې کله چې زما ګټو ته څوک خنډ نه ایجادي زما ګټو ته مشکل څوک نه ایجادي زه کار نه ترسره کوم اما نن امریکای متحده ایالات هم په د خپلو هیوادوالو او هم د نړیوالو د ذهني فشار لاندې یا رواني فشار لاندې په اصطلاح باندې چې تاسې اتلس کاله دلته تیر کړل د څه په خاطر باندې کومه لاسته راوړنه همده د کومې لاسته راوړنې په خاطر باندې دا سره کوي او نن هم او کله چې تصمیم نیول دی یو نیمنګ او تاسو ولیدل چې د ډیورند کرخې نه اخوا ته صرف هماغه کس په نخښه کړ هماغه کس یو واژه د مابین نه ویوړو زه نه پوهېږم د طالبان رهبري نوره چیرته شتون لري چې دوی د مابین نه وړي دغه دی چې موږ ته دا سیاست دوګانه معلومیږي متاسفانه چې واضح ډول باندې مبارزه صورت نیسي واضح ډول باندې دغه د افغانستان کې سوله او ثبات امن ته کار نه کوي تشکر آقای کیانی خیلی کوتاه هر گونه نشست و دادن باج به شکل یک جانبه به گروه های تروریستی گروه تروریستی طالبان بدون توجه به منابع تمویل داخلی و بدون قطع حمایت های خارجی طالبان و بدون یک اجماع سیاسی در داخل افغانستان و بدون ایجاد یک درک مشترک بین صلح و جنگ بی ثمر خواهد بود و افغانستان را نه تنها که به صلح نزدیک نخواهد کرد بلکه مخالفین مصرر گستاخ کرده و موجب اضمحلال نظام خواهد شد سپاسگزار است خیلی کوتاه مشوره میکنم امریکایی واقعا گفته که طالبان گفته بود ما بین رژیمشون که اینا بر ما تهدید نیستن اما امروز ما میبینیم که مردم که امریکایی دمی روزی نزدیک د مدن وردک یک خانوادار تمام شد بین بردن د قندوز در تاگاب در ننګرهار در پکتیکا تمام فامیلونه رد بند بردن اطفال کوشتن د نار کوشتن به معنا کی ای مردوم دغه منافعه ته تهدید میکنه دغه مردوم نه فکر منافعه ته تهدید کنه تشکر سپاسګزار سم میهمانان گرامی از خبر سلاشی زمان کامل دیدی شک نشته چې د افغانستان ولسونه د افغانستان خلک او په روسي بمبارونو کې د افغانستان کورنۍ د مابین تل دي هم موږ په مخالفین بحث کوو تشکر سپاسگزار است مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه بازنگاه بودین تا برنامه بعد الله نگهدار